سارا جان سلام سلام، میدونم خیلی شلوغی و منتظر که فرار کنی و تو این مسابقه شرکت نکنی و شدیداً مشتاقم که داستان تو بشنوم. یادم رفت بگم به پروژه آدم ها و ریاضیات خیلی خیلی خوش اومدی. ایران دنیا نیومدن، خیلی ما سفر کردیم تا قبل از اینکه برسیم به ایران. ما بعد انقلاب اومدیم ایران و بعدش هم زندگی طبیعی داشتم، زندگی چیز کار خاصی نکردم. واقعا تنها دلیلی که من رفتم ریاضی خوندم این بودش که هیچ حافظه نداشتم واسه اینکه برم رشته تجربی، بنابراین رفتم رشته ریاضی. و تو دانشگاه هم همیشه فکر میکردم یا فیزیک یا ریاضی بخونم، به همین دلیل رفتم آخرش ریاضی خوندم و بعدم ادامه دادم چون از دانشگاه خوشم میومد بیشتر از هر چیزی. وقتی وارد دانشگاه شدم دلم خواست بمونم. And that's it. That's the end of the story. از وقتی کوچولو بودم پدر مادرم به من میگفتن باید بری دکترا بگیری، فرقی نمیکنه تو چی. من میخواستم برم دامداری بخونم، ما مزرعه داریم، من اصلا علاقه داشتم، من گاو میدوشیدم، اصلا علاقم به اون طرف بود. ولی فکر کردم خب یعنی وقتی آدم میره مدرسه یه جوری you go with the flow، همه دارن میرن دانشون، زدم ریاضی و یعنی بالاخره همه تمام مهندسیار هم زدم، منتها واقعا علاقه هم به این بودش که یا ریاضی بخونم یا فیزیک یا نه مهندسی. و دامداری هم هنوز قراره برم، وقتی بزرگ شدم برم دامداری. ولی بله قرار بود همیشه برم دانشگاه، واسه همین سوالی درش نبود. و قرار بود همیشه از ایران خارج شم، اونم سوالی درش نبود. سوال کی بود و چجوری و چی بخونیم؟ کدوم دانشگاه رفتی؟ تو ایران رفتم علم و صنعت. شاید تجربه من اونقدر راجب ریاضی نیستش که راجب جامعه است. یعنی یه چیزی که واقعا خیلی ممنونم اینه که چون خیلی از خانواده من، بیشتر خانواده من، فامیل من خارج از ایران زندگی میکنن، همیشه میدونستم آخرش میرم، ولی واقعا ممنونم که تو ایران رفتم دانشگاه. چون تو ایران هر کی، حداقل تو تهران اینطوریه که هر کی توی محله خودش، توی در واقع حباب خودش بزرگ میشه. یعنی اینطوری نیستش که همه جامعه با همدیگه یه جا باشن، هر کی مسائل خودشو داره. همه جای دنیا اینطوریه، ولی من فکر میکنم شاید کشورهای شرقی بیشتر اینطوری هن و با این باعث شد با دانشگاه رفتن تو ایران باعث شد که من آدمای مختلف جامعه رو ببینم. And I was always so impressed. آدمایی که به خاطر خصوصا خانوما رو میدیدم که به خاطر اینکه اولا که نقش انقلاب ایران رو میدیدم. دوستایی داشتم که خواهراشون نتونسته بودن برن حتی مدرسه رو تموم کنن به خاطر اینکه حجاب اجازه نداشتن تو مدرسه زمان شاه داشته باشن. و من هیچ وقت اصلا به این قضیه فکر نکرده بودم. کسایی رو می‌دیدم که نسل اولشونه از خانواده که دارن میرن دانشگاه. یه هم کلاس داشتیم از یه خانواده خب خیلی کانسرواتیو بود، ولی وقتی که خوابگاه موند یه جور دیگه، اصلا بعد 4 سال یه جور دیگه از دانشگاه میومد بیرون. واقعا آدم تحول آدما رو توی محیط دانشگاه میدید، چون دانشگاه سراسری ایران از همه جا میان، یعنی واقعا از همه جا میان، نه به پول ربط داره، نه به قشر اجتماعی ربط داره، به هیچ، نه به جامعه است. واقعا جامعه رو میدینی که به عشق تحصیل میان. و این بزرگترین، به نظر من بزرگترین هدیه بود که این دانشگاه به من داد، که تمام عمرم فکر میکنم این منو دنبال میکنه، آدمایی که باشون آشنا شدم. اینجا تو آمریکا من دانشگاه رفتم همینطوری بود، از جاهای مختلف جهان بود، ولی اون اثر اولیه ایرانو رو من نذاشت، دانشگاه سراسری تو ایران.
مخصوصا که دانشگاه علم و صنعت جایی که من رفتم دانشگاهی نبودش که بگیم تمام بچه های المپیاد میان، همه بچه های المپیاد میرفتن شریف، میدونید، یعنی دانشگاه معمولی بود، دانشگاه سراسری معمولی بود و کسایی میامدن که واقعا from all walks of life و تنها چیزی که اینجا اشتراک این آدم ها بود جز ایرانی بودن این بودش که همه به ریاضیات علاقه داشتن. چون تو در واقع اون تجربه اون آدم های دیگه ای که وارد اون دانشگاه شدن و تغییرشون، من یه آدم تو دانشگاه چقدر آیا تغییری کردی؟ بزرگترین تغییر به نظر من تغییر اجتماعی بود، تغییر اجتماعی که هنوزم بهش، چون من خیلی کارهای الان خیلی کارهای اوتریچ نمیدونم، خیلی کار با آدم های مختلف انجام میدم که سعی میکنم مردم رو جمع کنم، مثلا women in mathematics, undergraduate in mathematics، تمام اینا. ولی مثلا چندین سال پیش یادم ما رفتیم یه کنفرانس توی کنفرانس ریاضی توی نپال تو کاتماندو و بعد خانمایی که اونجا بودن، از خانمایی که آمده بودن کمک می‌خواستن که راجع به پروفشنال دیولپمنت، ریاضیدان بودن ولی با مسائل، خب مسائل اجتماعی و بومی که اونا دارن. این باعث شد که ما یه با یه سری آدم دیگه یه کنفرانس بزرگ اونجا گذاشتیم که سال بعد یا دو سال بعدش ساوث ایست ایژین، سیمپوزیوم فور ساوث ایست ایژین وومن ان ماتماتیکس. و یه قسمت بزرگ از این شنیدن داستان‌های آدمایی بود که اونجا بود، که از همه جا آمده بودن، از تمام اون منطقه، از هند آمده بودن، از ژاپن آمده بودن، از پاکستان آمده بودن. و این واسه من خیلی جالبه، داستان‌های آدما و اینکه چه کارهایی انجام میدن که بتونن کار ریاضیشون رو بکنن. این ریاضی در واقع اشتراک همه ماست، ولی این اشتراک ریاضی باعث میشه که یه جوری آدم چشمش به جامعه باز شه، چون واقعا بعضی از مردم از جاهای دوردست میان، تنها جایی که مثل من هزار تا آپشن داشتم، حالا ریاضی یکیش بود، اصلا انقدر بهش فکر نمیکردم، ولی واسه همه اینطوری نیستش. یعنی واقعا it needs dedication، یه چیزی از توی آدم داره میاد بیرون که باعث میشه که تمام همه زندگیش رو عوض کنه و این عوض کردن سخته که به ریاضی برسه. و من خیلی این تو آدم ها دیدم، این فداکاری هایی که انجام دادن. سو این تو دانشگاه، تو ایران که دانشگاه میرفتم، اینی که از بزرگترین چیزایی بود که میدیدم، آدم هایی که سرنوشتشون به خاطر ریاضی، به خاطر تحصیل عوض میشه. فکر کنم یه نکته هم که بعد یاد میگرفته این که وقتی داستان تو به اشتراک بذاری چقدر خوبه. نکته بعدی تفکر ریاضی خودتو چجوری شکل گرفتی اون 4 سال؟ دانشگاهی که من بودم توش بیشتر آنالیز بود، یعنی کسایی که کار میکردن آنالیز بود، دانشگاه فنی بود، اصلا دانشجو همه دانشجوهای مهندسی بودن. کلاس مهندسی هیچ وقت برای نداشتم، ولی دانشکده کامپیوتر بغل دانشگاه ما بود، دانشکده ما بود، کلاس اونجا زیاد برمی داشتم. و دانشکده خوب شد آخرش فیزیک نرفتم، واقعا استعداد فیزیک نداشتم، کارهای آزمایشگاهی خیلی بد بود، به خاطر اینکه همیشه یادمه که یه تئوری بود واسه فیزیک، اینی که چه اتفاقی باید بیفته. تو آزمایشگاه هر کاری می‌کردیم اتفاق نمی‌افتاد، حتی نزدیکش هم نمی‌افتاد. تمام ریپورت‌های آزمایشگاه فیزیک رو من با ریاضی حل می‌کردم، اصلا با آزمایش کار نداشتم. ولی فکر می‌کنم کلاس‌های کامپیوتر برداشتن خیلی تأثیر بزرگی داشت، از برنامه‌ریزی کامپیوتری به نظرم منطق می‌اومد، خیلی لذت می‌بردم. کارهایی هم که می‌کردم کارهای بیشتر آنالیز بود. استادایی داشتیم، چون دانشکده کوچیکی بودیم، اساتید خیلی با، اگه علاقه داشتین، خیلی کار میکردن با دانشجوها، یعنی گروه خوب و متحدی داشتیم اونجا.
نه من واقعا تو دانشگاه بهم خوش گذشت، هنوزم بهم خوش میگذره. یعنی به نظر من هیچ وقت دانشجوی خوبی بودم، هیچ وقت فوق‌العاده نبودم، ولی دانشجوی خوبی بودم. ولی واقعا محیط دانشگاه بود که بیشتر از هر چیزی بهش علاقه داشتم، محیطی که اجازه میده آدم هر چیزی رو که میخواد دنبال کنه. این به نظر من یکی از زیباترین چیزهای دنیاست. یه کمی بیا جلو. خب الان در واقع میدونم تو لیسانس ریاضی گرفتی، به هر حال بعدش هم ادامه دادی، ولی اینکه آدم یه موضوع، یعنی اینکه تو یه چیزی رو انتخاب میکنی که بشه کار ریاضیت، واقعا خب این انتخاب بود، شانس بود، برخورد با یه آدم دیگه بود؟ عالمه کارهای دنیا شانسه. من با وجود این که تو دانشکده اون کارم خوب بود، معدلم و نمرم و اینا خوب بود، ولی اینطوری نبود که من بیشتر این آنالیز کار میکردم با آدمایی که اونجا بودن. یعنی یکی از اساتید خب باش گروه از این ریدینگ گروپ هایی که واسه دانشجوی اندرگراجویت دارن داشتیم و اینا، میگم خیلی سپورت داشتیم و اینا، ولی اینطوری نبود که من بگم من نابغه ریاضی بودم اونجا و مثل من وجود نداشت. واقعا آدمایی بودن که من بهشون خیلی خیلی به چشم احترام نگاه میکردم، یعنی بچه هایی که به نظر من خیلی باهوش و خیلی دانا راجع به ریاضیات میامدن. شخص به نظر خودم من یکی از اون آدم ها نبودم که بگم که حالا من نظر من خیلی تو ریاضیات مهمه، ولی کارم نمره هم خوب بود، کارم رو میکردم و اینا. اینطوری نبود که بگم من حتما باید تو رشته خاصی کار کنم. بعد وقتی که واسه دانشگاه اپلای میکردم، توی دانشگاه آخرش تو دانشگاه، چون هزار تا دلیل هست که جاهای مختلفی که آدم اپلای میکنه، و آدمایی که به من کمک میکردن آدمایی بودن که خیلی هاشون اصلا تو ریاضی نبودن، آدمای فامیل بودن. واسه همین من جاهای مختلفی قبول شدم، ولی جایی که آخرش رفتم که بهترین واسه من بهترین بود از نظر مالی، چون دوره دکترا تو آمریکا رو در دانشگاه برندایز. دانشگاه برندایز کار آنالیز فقط یه نفر تو آنالیز داشت، یعنی ولی جبر زیاد داشت. در واقع آدم تو کارهایی که من الان میکنم، رشته من که الان جبر جابجایی، برندایز یکی از مشهورترین جاها بود، و ولی قدیمی، یعنی رو به خیلی از آدم ها داشتن میرفتن یا پیرتر شده بودن، ولی موقعی که من رفتم هنوز، من وقتی رسیدم من یه دانشجو بودم که از دوره لیسانس داشتم میرفتم دوره دکترا و چند تا کلاس با دانشجوهای فوقمون برداشته بودم، ولی اینطوری نبودش که خیلی فوق لیسانس نداشتم، و دانشکده که ازش میرفتم دانشکده آنالیز بود. ولی وقتی که رسیدم با آمریکا، اونجا بیشتر دانشجوهایی بودن که آمده بودن با یه شخص خاصی خیلیاشون کار کنن، بیشترشون فوق لیسانس داشتن، و دانشکده‌ای که توش بودیم دانشکده کوچیکی بود، اینطوری نبودش که دانشگاه بزرگی باشه همه جور آدم باشن، بیشترشون دانشجوهای بین‌المللی بودن که فوق لیسانس داشتن و می‌خواستن جبر کار کنن بیشترشون. منم من اول شروع کردم و خلاصه خیلی بعد یاد میگرفتم، سخت بود، خیلی سخت بود اولش، به خاطر اینکه ببینید اینطوری اولی که آدم مدرسه، خب همه مثل همن تقریبا، چند تا درسشون بهتره، اگه خوب متوسط رو به بالا باشی. من موقع کنکور، تقریبا اون سال کنکور من همش اسکی بودم و مهمونی و اصلا حواسم به اینجور درس خوندن نبود، واقعا یه ماه واسه کنکور درس خوندم، ولی بالاخره قبول شدم دانشگاه. ولی آدم وقتی که اون سنه، من اینطوری نبود که این یه گول بزرگی داشته باشم و خودم رو بکشم واسه اینکه برم دانشگاه، در واقع به زور وارد دانشگاه شدم، یعنی وارد شدم، کارم رو کردم. ولی وقتی که وارد دوره دکترا میشین، همه با هدف اومدن و از راه دور آمدن و میدونن میخوام با کی کار کنم، میدونن چی کار میخوام بکنم، میدونن آرزوهاشون چیه. من اینجوری نبودم، من طبق معمول آمدم
و خیلی طول کشید تا اینکه متوجه شدم که یعنی یه مقدار بعد بیشتر هدف داشته باشم، بدونم میخوام چی کار کنم. این خیلی طول کشید، خیلی طول کشید. من فکر میکنم سالای بعد دکترا مثلا من بیشتر هدف دار شدم، چون همینطوری از من دانشگاه، از محیط دانشگاه لذت میبردم، از یاد گرفتنم لذت میبردم، ولی هدف خاصی نداشتم. بعد وقتی که توی دانشگاه، توی برندایس که من بودم، اونجا تو بوستونه و دانشگاه زیاد هست، دانشگاه زیاد هست، اون موقعی که من اونجا بودم شروع کردم با یه استادی که از اون موقع توی MIT پوستاک بود، یه سمیناری برگزار کرده بود که یه کتابی رو بخونیم. و اون سمینار دانشجوهای، سمینار توی دانشگاه هاروارد بود، دانشجوهای هاروارد بودن، دانشجوهای MIT بودن، دانشگاه باستن یونیورسیتی، نورث ایسترن، و ما هم بودیم از برندایز، یعنی خیلی اونجا دانشگاه زیاد هست. یه گروهی بود، یه سری هم بچه های ایرانی بودن. من توی اون شرکت کردم و بعد شروع کردم با اون خانومی که اون سمینار رو برگزار میکرد که توی MIT بود، شروع کردم با اون کار کردن. اون شد استاد من، استاد اصلی راهنمای من، که بعد رفت میشیگان و منم با اون رفتم میشیگان. اصلا ترانسفر کردم که دکترامو از میشیگان گرفتم. و هر چقدر آدم جلوتر میره باز میبینه که چقدر همه کسایی که هستن هی هدف گروه کوچیکتر میشه، گروهی که آدمی که باشون کار میکنی و قویتر و قویتر میشه. رشته‌ای که من کار میکردم و واسه تزم کار میکردم، روی عنوان تز من هست Closure Operations on Ideals، و سری کارهای توی کاراکتریستیک پی بود که انجام میدادن این گروه. زمانی بودش که Tight Closure Theory خیلی رایج بود، گروه بزرگی بودن، میشیگان مرکز این بود. استاد منم یکی از خودش، استاد خودش تو میشیگان بود و اینا جزو کسایی بودن که اولین کارهای تایت کلوزر تیوری انجام داده بودن. منم توی این رشته کار کردم واسه تزم. تزم هم نوشتم، پابلیشم کردم، دوتا پیپر از توش در اومد، ولی چیزی نبودش که خیلی، در واقع یه کار تزی انجام دادم، اینطوری نبود که من خیلی خبره باشم تا این، خیلی هم علاقه خاصی داشته باشم. بعد که آمدم بیرون رفتم، کار اولم توی واشنگتن دی سی بود، توی جورج واشنگتن یونیورسیتی، و اونجا یه همکاری داشت، یکی از دانشجوهای قدیمی استادم نزدیک من اونجا توی دانشگاه دیگه بود. اون یه پیپری رو واسه من آورد که گفت اینو با هم بخونیم، سعی کنیم روش کار کنیم، که اون در واقع و خودشم آخرش خیلی سر شلوغ بود، نتونست شرکت کنه. اولش شروع کردیم با هم کار کردن، ولی اون در واقع شد بنیاد کارهای بعدی من. که الان اصلا من از همه جای دنیا دانشجو دارم و من جز کسای اشخاصی هستم که خیلی توی این کارم کار جبر جابجایی ترکیبیاتی، ولی واقعا به طور کاملا accidental. Could have been anything else. من شروع کردم تو این رشته. اول خیلی یواش یواش کار کردن، بعد یه ذره ترکیبیات کار کردم، یه ذره جبر جابجایی، یه ذره ترکیبیات، بعد توپولوژی کم کم بعد یاد میگرفتم میکن. من هیچ رشته‌ای رو خیلی خیلی خوب نمیدونم. اینو فکر میکنم اگه خیلی بدونم واقعا دست و پاهم میبنده. سعی میکنم کم بدونم تا اینکه بتونم یه مقدار کور جلو برم، میدونین، یعنی بدونین که بدونم کجا دارم میرم. اگه خیلی زیادی بدونم فکر میکنم که نتونم کاری انجام بدم، به خاطر اینکه اون موقع خیلی اسپکت‌های منفی راه‌هایی رو که میخوام برم، یه شیوهی رو که آدم میره جلو میخواد یه مسئله رو حل کنه، اگه فکر میکنم خیلی راجبش بدونیم شاید نتونیم مسئله را حل کنیم، دست و پاگیر میشه.
یه ورژنش هست که آدم ها، من واقعا آدم هایی میشناسم که برسن یه مسئله رو میبینن کلن با ادبیاتش کاری ندارن، یعنی یه ضرب میره، یعنی لیترچرین که اصلا قبلا چه کاری انجام شده اینا. و خب ولی تو کجا تصمیم میگیری که برگردی حالا لیترچر رو ببینی با توجه گفتی که زیاد در موردش یاد نمیگیری؟ آدم باید همیشه بره لیترچر رو بالاخره نگاه کنه، چون نمیخواد آدم کار تکراری انجام بده. ولی یه آدم کاری که آدم انجام میده و بعدن آدم از اکسان عمالای آدم های دیگه میفهمه. مثلا اولش که من واقعا خیلی نمیدونستم، کاری که داشتم انجام میدادم جدید بود، ولی میشد فکر، یعنی خیلی از یه جهاتی دیگه همین کار رو میشد انجام داد، منتها با این روشی که من میرفتم جلو یه سری کارا رو خیلی بهتر انجام میشد داد. یعنی یه سری کارهای جدید انجام شد به خاطر روشی که من شروع کردم انجام دادن. سوالی که میکنید که جواب واقعی رو بخواین، همینطوری من وقتی که گیر میکنم میرم عقب و نگاه میکنم، اما الان من دانشجو زیاد دارم و وقت فکر کردنم دیگه خیلی ندارم و واسه دانشجوام بهشون همیشه میگم، یعنی هر دو جهت رو بهشون میگم، چون بعضی دانشجو رو میبینم انقدر سعی میکنن عقب رو بخونن، بهشون میگم اینجوری اگه بری هیچ وقت جلو نمیری، فقط عقب میتونی بری، موقع هیچ وقت دکترام نمیگیری، یعنی بعد یه موقع آدم صبر کنه وایسه و بره جلو. ولی به اونا میگم باید بدونن what's going on in the literature، ولی واسه انجام دادن یه مسئله من سعی میکنم انقدر برم جلو تا اینکه گیر کنم و اون موقع میتونم تازه you can appreciate the literature. میدونین چون میخوادم من یه کلاسه که درس میدم، چون حافظم هم بده، هر دفعه که درس میدم حتی اگه کلاس کلکلس هم باشه یه عالمه چیز یاد میگیرم، یعنی به نظر من انجام دوباره هر دفعه یه چیزی به آدم یاد میده. سو من بیشتر یادگیریم وقتی که دارم این کاری انجام میدم، نه موقعی که دارم میخونم، چون موقعی که میخونم نمیدونم اینو به چه دردی میخوره، نصفشو فراموش میکنم. من جبر جابجایی میدونم آب مساوی بی آه، ترکیبیات هم میدونم یه چیزایی میشماریم، این جبر جابجایی ترکیبیات داره چی کار میکنه اصولا؟ اوکی جبر اوکی میخوام بگم دو جور میشه به قضیه نگاه کرد. یه جور زمان مثلا تو دهه 60 و اینطورا یه سری کار انجام شد به اسم استنلی وایزنر تیوری. جبر جابجایی کاری که انجام میده که به هندسه جبری ارتباط داره، پیدا کردن یا مطالعه solution systems to set of polynomials، یعنی چند جمله رو می نویسین، می خواین جواب مشترک این چند جمله ها رو پیدا کنین، هندسه جبری به این یه دونه object هندسی می ده و اونو مطالعه می کنه. جبر جابجایی به این یه حلقه می ده، حلقه یه polynomial ring over a field، یعنی حلقه چند جمله یا یه میدان هست که روش داریم مطالعه میکنین. چند جمله یا رو وقتی که توی این حلقه نگاه میکنین، اگه میخواین سلوشن پنج تا چند جمله رو پیدا کنین، به ایدئالی که تولید شده توسط این پنج چند جمله نگاه میکنین و این پنج چند جمله ایدئالشون میشه تمام ضربشون بکنین با هر چند جمله دیگه یا جمعشون بزنید با هم بعد از اینکه ضرب کردن، میشه ایدئاله. و میدونیم که این ایدئاله که داره، این ایدئاله هر چی رو تو این ایدئال نگاه کنین همون سلوشن ست رو داره که اون پنج تا چند جمله دارن، بر طبق تعریفی که الان بهتون دادم میشه دید. بنابراین میشه یه حلقه ماد یه ایدئال، ما داریم این ایدئال رو نگاه میکنیم، جبر این ایدئال رو داریم نگاه میکنیم. بیشتر کار ترکیبیاتی که انجام میشه واسه جبر جابجایی بر مبنای اینکه وقتی این ایدئال چند جمله یا یک جمله ای باشن، تک جمله ای باشن،
یعنی اینکه باشه مثلا x به توان 2 ضرب در y به توان 3. تمام مولدای این ایدئال یک جمله وقتی هستن بهش میگن مونومیال ایدئال. و این ایدئالای مونومیال رو مثلا اگه که مولدای شما باشه x1 ضرب در y1، x2 ضرب در y2، x3 ضرب در y3، در مثلا خیلی ساده میگن. اون موقع شما میتونی یه دونه گراف به این نسبت بدی که رؤوسش هستن تمام x و تمام y و یالهاشون، یال میشه edges، یالهاشون هستن x، x1 و y1. اگه یه مولد ایدئالمونه x1 y1 یه دونه یال میشه و این نسبت یک به یک، یعنی اینکه یه یال از این ور داریم یه مولد از این ور داریم and vice versa. به این میگن edge ideals. خب همین کار رو شما میتونین انجام بدین اگه داشته باشیم x1 ضرب در، من دارم مولدام رو جدا جدا میگم separate variables که آسون تر باشه، x1 ضرب در y1 که ضرب در z1 اگه داشته باشیم، به جای اینکه به این یه یال بدیم بهش یه مثلث توپر میدیم. مثلث خوبه؟ مثلث توپر میدیم. خب اون مثلث توپر بعد به جای اینکه اگه چهار تاشون باشه توان چهار باشه میتونید یه دونه تتراهیدرون بدین که به فارسی نمیدونم چی میشه and so on. خب بعد این به جای اینکه بشه یه دونه گراف میشه سیمپلیشل کامپلکس که فکر کنم به فارسی میشه مجتمع سادکی، فکر کنم. این توپولوژی داره، یعنی سیمپلیشل کامپلکسز کوچکترین و اولی، هر کی که داره توپولوژی جبری مطالعه میکنه اول از سیمپلیشل کامپلکسز شروع میکنه. این در واقع یه فضای توپولوژی که واسه این که شما بتونید به طور گسسته به طور دیسکریت بتونید باش کار کنید مثلث بندی میکنید، دقیقا همین کار سیمپلیشل کامپلکس. میرسیم به یه سیمپلیشل کامپلکس. خب سیمپلیش توپولوژی سیمپلیشل کامپلکس ربط داره به جبر این حلقه‌ای که من راجع بهش صحبت کردم، حلقه تنجمله ماجل و این ایدئال. و توپولوژی این در واقع توپولوژی جبریه، اینه به خاطر اینکه هومولوژی اینه که به کاراکتریستیک فیلد میدان بستگی داره. هومولوژی اونه که خیلی از جبر این حلقه رو توصیف میکنه و کار من تو این زمینه است. چند جور متفاوت به این نگاه توی مثلا دهه 60 هاکستر و استنلی و دانشجوی هاکستر به اسم رایزنر رو این کار میکردن، اسمش هست استنلی رایزنر تیوری. توی دهه 90 یه جور دیگه با این گرافا ویلاریال از دانشجوی واسکونسلوس شروع کرد به اینا نگاه کردن، شد ایج ایدئال تیوری. و کاری که من کردم این بودش که این ایج ایدئال تیوری رو گسترش دادم دوباره به مجتمع های سادکی، یعنی یه دونه یه تئوری جدید شروع شد که قابل مقایسه است با اون کارهای استنلی رایزنر تیوری توی دهه 60 انجام شده و این الان خیلی بزرگه، خیلی ها تو دنیا روش کار میکنم، ولی من اولین کسی بودم که رو این کار کردم. بنابراین خب الان خیلی خیلی کارهای مربوط به این انجام میدم، ولی اون کارهایی که دهه 60 شده بود خیلی مینیمال راجع بهش میدونستم، یعنی من بیشتر از کارهایی که با گراف تیوری شروع شده بود شروع کردم و اینایی که با گراف تیوری شروع شده بود من باشون شروع کردم خیلی به کاراکتریستیک میدان کاری نداره، بیشترش واقعا ترکیبیاتیه، یعنی اینکه ببینید چقدر میتونید که جبر انجام بدیم بدون اینکه هومولوژی داشته باشیم، بدون اینکه کاراکتریستیک فیلدش اثر داشته باشه. یعنی به جای اینکه یه چیزی میخواد صفر باشه میتونه صفر باشه بدون اینکه حتی despite بدون اینکه در نظر بگیرین که یه لحظه صبر کنین. ببین انگار دارین نگاه میکنین که یه دونه چند جمله
دارین سلوشناش رو پیدا میکنین، دارین میگین این همیشه صفر، فرق نمیکنه که شما اینو تو چه کرکتریستیکی بخواین کوئفیشنتاشو نگاه کنین، ترسیگه دو نگاه کنین، ترسیگه سه نگاه کنین، فرقی توی جوابای این چند جمله اینه کنه. کاری که آدم ترکیبت این انجام میده اینجوریه، یعنی اینکه داره یه نگاه میکنه که کرکتریستیک مهم نیست، تو هر کرکتریستیکی نگاه کنین تمام این خاصیت های جبری، خواص جبری رو میتونین پیدا کنین. ولی بعضی وقتا اینجوری نیست، بعضی چیزا they are characteristic dependent، تو جبر زیاد پیش میاد، اون موقع باید از این جهت نگاه کرد. و یا عالمه کار هستش که duality theories and so on که مقایسه میکنه هومولوژی رو توی این دیدگاه و با توی این یکی دیدگاه. It's still ongoing work. جدی ترین مسئله که باش روبروی چه، یا یه مسئله این خیلی جدی، یعنی به عنوان واقعا فرض کن که یه چیزی که یه خط یا دو خط یا یه پاراگرافه، به عنوان این چیزی که این مسئله منه که دارم گوش کار میکنم، یا مسئله که گوش کار کرد جدی ترین بستگی داره. این مسئله الان یه مسئله دارم خیلی علاقه مندم جوابشو بدونم، ولی فقط من علاقه مندم، نه بعد میام علاقه مندم به هم میگم میان اینجا با هم کار کنم واسه اون مسئله، ولی اینجوری نیست بگم دنیا داره میمیره که بدون جواب این چیه. و این ثبوت به یه سری یه مسئله هستش، خودش مسئله جبریش مسئله بزرگیه که خیلی روش کار کردن که بهش میگن sub additivity of syzygies، که توی تو جبره یه جبر سوال، it's a numerical question ولی از جبر میاد، ولی تو سوالش به طور عمومی مثال نقض داره، ولی واسه یه حالت خاص مونومیال آیدیال اونایی که من کار میکنم هنوز سوال بازیه. بعد این سوال من شروع کردم روش کار کردم بیشتر به خاطر اینکه یکی یه چیزی به هم گفت که یعنی این اقدار من کنجکاو کرد، و الان رسیدی به سوال این که اگه شما مثلا یه چیزی مثل یه توپی داشته باشین که یه دونه مثلا یه چیز توهی حفره پنج بودی مثلا توش باشه، این سوال یه سوال در واقع جوابش میاد اینجا که اگه که یه حفره پنج بودی داشته باشین آیا از توی این میشه حفره دو بودی یا حفره سه بودی در آورد، و یه حفره یه بودی یا حفره چهار بودی در آورد، و یه حفره صفر و پنجه که داشتیم دو و سه نیم نو یک و چهار، آیا میشه این کار کرد یا نه؟ این سوال توپولوژی که من خیلی به علاقه دارم، مثلا یه جوری اینو منو داره خیلی میخوره که جوابشو نمیدونم، من نمیدونم درسته یا نه، ولی خب اینا فرق میکنه دیگه، آدم بستگی داره چی کار داره میکنه. در چند سال گذشته این سوال واسه من خیلی مهم بود. فکر کردم یه جورایی جواب این سوالو گرفتم، خودم یه توضیحی در موردش بدی. موقعی که داری یه همچین مسئله کار میکنی، این سوال که چی برات چیز نیست؟ یعنی اصلا تفکرات فلسفی این مدلی داری مثلا یهو بگی بابا اصلا دارم چی کار میکنه؟ که چی خب اگر اصلا آدمی که این کار است دیگه نمیتونه بگه که چی، اصولا که چی. ولی چند چیز واسه من مهمه، یکی این که من خب الان خیلی ساده دارم کار میکنم، با آدمای مختلف کار کردم، یه سری آدما کارهایی که میکنن که انجام میدن به خاطر اینکه فکر میکنن فلانی گفته این مسئله مهمیه، و من با این 100% مخالفم، چون من کار انجام دادم که فلانی گفته مسئله مهمیه، من نمیدونم چرا دارم این کارو انجام میدم، بنابراین I'm not passionate about it. I mean that's just بنابراین من خیلی کارا انجام میدم که هیچکی بهش علاقه نداره و تقاصش هم پس میدم، به خاطر اینکه وقتی هیچکی به کارت علاقه نداره خب هیچکی علاقه نداره دیگه، نه دیگه خیلی چیزای دیگه اتفاق میفته چون هیچکی علاقه نداره. You're wasting your time. ولی من فکر میکنم اصولا توی علوم اینطوری it's you go in the dark، یعنی آخرش یه چیز قشنگی در میاد،
در نیامدم. It's worth the journey. It's the journey that matters. So وقتی میرسیم به اینجا, the justification is for me. من دارم وقتم رو صرف چه کاری میکنم, و من فکر میکنم کنجکاوی خودم شاید ارزشش بیشتر از این باشه که من وقتم بذارم, چون اونی که داره اون سوالو میکنه خودش راجبش خیلی فکر کرده, و من واقعا عقیده دارم بیشتر آدمای دنیا از من خیلی باهوش دارن. یعنی اون اگه خیلی فکر کرده به جایی نرسیده, چرا من به جایی برسم و چرا این کار انجام بدم؟ چون اون میگه که مهمه. بعضی وقتا انجام میدم, مثلا یه سری میتینگ هست که من میرم که به خاطر این میرم که در واقع به خاطر این میرم, به خاطر اینکه یکی منو مجبور کرد برم, و بعد دیدم که تو اون گروه خیلی ها علاقه دارن, خیلی ها جمع میشیم سالی یه بار دور هم کار انجام میدیم, کار ریاضی. این اصلا تو هیچ ربطی به کاری که من حالا یه ربطی فقط همینطوری داشته باشه, ولی واقعا چیزی نیستش که سوالایی نیست منو بهش علاقه داشته باشم. و میرم, بعد شروع کردم جزء آدم, اصلا شدم جزء آدمای برگزار کننده این, جزء یکی از مهمترین آدمای این گروه. هنوز من بیشتره, هنوز من نمیدونم موضوع واقعا چیه, اما چون که این آدمایی که اونجا هستن اینقدر علاقه دارن و اینقدر دانشجو میاد, و به خاطر این گروه که هر سال همو میبینن, این دانشجو اینقدر پیشرفت میکنن و به جاهای خوب میرسن, گروه ها اینقدر خوب کار میکنن, اشتیاق دارن, و به خاطر اینکه مخصوصا اون اولا کسایی که اینو برگزار میکردن خیلی برگزار کننده های خوبی نبودن و این ادامه پیدا نمیکرد, من سعی کردم کمک کنم که این هی برگزار بشه. فکر کردم این بالاخره داره به یکی کمک میکنه این کار. اما واقعا و هی تو این گروه ها اینا شرکت میکردم, ولی هی وسطش میگفتم پیپر خوب بنویسیم ولی اسم من روش نذاریم. فکر نمیکردم من کاری واسه این پیپر را کرده باشم. این سعی میکردم برم تو گروه هایی که هیچی از حرفاشون نمیفهمم یه چیزی یاد بگیرم, که آخرش هم هیچی نمیفهمیدم, ولی خب بالاخره یه چیزایی یاد گرفتم. ولی مثلا امسال یا پارسال یکی از دانشجوام آمد گفت میخواد اصلا تو این رشته کار کنه. خب از وقتی اونی گفت میخواد واقعا تو این رشته کار کنه, من شروع کردم و الان یه پیپر دارم, یه پیپر, دو تا پیپر دیگه هم دارم مینویسم توی این رشته, به خاطر اینکه خب اون میخواد تو این رشته کار کنه, این میارزه و اون خیلی علاقه داره, خیلی داره راجبش میخونه. خب حالا بس منم راجبش میخونم, یاد میگیرم و دارم سعی میکنم ربط بدم به کارهایی که خودم انجام میدم. ولی به طور طبیعی من وقتی منو دعوت کرده بودن اول اونجا که اینو ربط بدم به کارهای خودم, ولی اینا دلیلی میدیدم ربط بدم, نه همه دارن کاراشونو خوب انجام میدن, اصلا به من احتیاجی نداشتن. من سعی میکردم من حالا یه چیزی خودم یاد بگیرم. تو اینا همه بستگی داره که آدم کجا باشه, وضعش چجوری باشه. حالا دانشجوم خیلی علاقه داره, اوکی منم حالا دارم کار انجام میدم اینجا. ولی مگه نه من الان تو خیلی پروژه هستم, خیلی پروژه های مختلف هستم, با خیلی کار میکنم, اما واقعا اون کاره که آخرش نمیفهمم واسه چی دارم انجام میدم واقعا لذت نمیبرم دیگه. سعی میکنم یا سرطه قضیه رو هم بیارم. It's also not fair اگه بگین اسم منو وردارین از رو پروژه, به خاطر اینکه خب بالاخره همه اینقدر کار کردن. ولی نمیدونم, فکر میکنم آخر, من فکر میکنم ریاضیدان موفق و اینا همیشه توی این گروه هایی که میرم که واسه جوان تر رو صحبت کنم میگم وقتی واقعا ریاضیدان میشید, you have your own research proposal, نه research proposal یکی دیگه بگی فلانی گفته این خوبه من اینو میکنم, ولی your own research proposal وقتی میخونی معلومه این سوالایی که واسه خودمون آدم مهمه. همیشه فکر میکنم به زبان قدیمی که دوزاریم کجه, یعنی همیشه نمیفهمم, و شاید حتی بعد از اینکه مسئله رو ثابت کردم هم درست نفهمم. همه ریاضی به نظرم اینطوری, آدم هر چقدر بیشتر یاد میگیره برمیگرده بعدم بیشتر میفهمه. So, yes. من هیچی رو فکر نمیکنم کامل میفهمم, ولی یه جورم از این حالت لذت میبرم. من از اینکه همه چی رو بدونم خیلی خوشم نمیاد. من وقتی میرم یه جایی سفر میکنم, سفرم زیاد میکنم, من خیلی گم میشم و
و خیلی به گم شدن علاقه دارم و بعضی وقتا این ترسناکه، یعنی بعضی وقتا یه جوری این بار آخر که گم شدم فکرم شب بهم بعد تو کوه بخوابم گرازم ممکنه بهم حمله کنه، بد بود. ولی خیلی خیلی شده، یه بار یادم یه جا میرفتم از سعی کنم از دیوار بالا برم با اسبا شب بخوابم، چون تو انگلیس گم شده بودم، من خیلی گم میشم، ولی تو ریاضی هم من خیلی گمم. ولی you know، من فکر میکنم آدم وقتی گم میشه بعدم پیدا شدن خیلی بیشتر میچسبه. معمولا من شهرها رو که میگردم سعی میکنم خیلی با نقشه نگردم، سعی میکنم توشون گم شم. و اینا یه مقدار به شخصیت آدم رو رفت داره البته، ولی واسه همین میگم من شاید واقعا خیلی ریاضیدان خوبی نباشم، ولی it's okay، بالاخره کارم انجام میدم. اینطوری نیست که هر مطلبی رو من از سر تا تهش بخونم و بفهمم و بدونم و یادم ببونه بعد شروع کنم کار کردم. بیشتر مواقع I really have no idea what I'm doing. ولی اگه اونجوری نباشه then I can't do it. یعنی when I know everything then it's really boring and I just don't want to do it anymore. کی میخوای برگردی مزرعه کار کنی و زندگی کنی؟ وقتی بازنشسته شدم، ولی حالا مزرعه‌مون رو دارن شهرسازی میکنن. من زنگ زدم بهشون التماس کردم یه بخشش رو واسه من نگه دارن، من میخوام مزرعه‌مون رو بکنم مؤسسه ریاضی، ولی ببینم میشه یا نه. یه دونه یه ده قدیمی اونجا هست که متروکه الان، کاهگلی. من آرزومه که اونجا رو دوباره کاهگلی بسازیم و یه مقدار مدرنش کنیم و بتونیم دوباره بتونیم بکنیمش مرکز تحقیقاتی، یه مرکزی که مردم میرن میمونن. انشالله که بشه. یعنی به نظر من خیلی جاهای مراکز اینطوری میرم که کار انجام میدم، مثلا دو هفته میمونیم با هم کار میکنیم و جزء بهترین، واقعا بهترین خاطرات منه و بهترین کارهایی که انجام میدم. فکر میکنم برای جامعه ریاضی این خیلی موقعیت خوبی باشه، واسه ایران هم موقعیت خوبی باشه که مردم میان و استقبال میکنن از بودن اونجا. اگه بتونیم انجام بدیم. بکن اصلا بچگی که این مدتی ایران نبودی و لیسانست هم تموم شد، در واقع از ایران خارج شدی. خب بعد انا اصلا چرا برای مهم باشه که برگردی مثلا تو عراق یه مؤسسه تحقیقاتی ریاضی بزنی؟ خب مثلا بیا تو لیورپول بزن که من هستم و نداریم. شما دارین تو انگلیس. ببین من از بچگی ما سال تمام تابستونه اونو ما همیشه ایران بودیم. تمام حتی وقتی که ما ایران زندگی نمی کردیم تمام تابستونامون ایران بودیم و در نتیجه عراق بودیم، تو مزرعه بودیم. من تمام بچگیمو رفتم تو مزرعه تو عراق و دفعه پیش که سال 2019 رفتم اونجا که دیگه ساختمونمون مخروب است و من تمام فامیل شوهرم شوهر من آلمانیه، تمام فامیل شوهرم از آلمان و سوئیس و اینا من همه اونا رو بردم، همهشون بیرون خوابیدن تو پشه بند و یعنی ببینید یعنی ساختمونمون مخروب است، اصلا همه جا داره میپاشه از هم دیگه، پدر بزرگم هم نیست میدونید. ولی من با وجود این دیواره اونجا رو میبوسیدم یعنی نمیدونم هست. من ایرانیم، فرقی نمیکنه کجای دنیا بوده باشم، ولی that's my roots. بیشتر هر چیزی اون زمین اونجا اونه که منو صدا میزنه، بیشتر هر جای دیگه دنیا. واقعا این عقیده رو دارم که میدونید it's a long 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 journey for me to get from where I was to here. داستان هم طولانیه، موفقیت داشته ولی شکستم توش زیاد داشته.
یعنی خیلی ها هستن که همیشه راجع به تمام بی‌عدالتی هایی که راجبش شده، کسایی که راجبش بهشون بد کردن، بهشون بد نگاه کردن، واسه شون نامه بد نوشتن، پشت سرشون حرف زدن، اینا همه زیاده تو رشته من که زیاده، تو همه رشته ها زیاده، تو دنیا آکادمیک خیلی زیاده. ولی من یه باور واقعی دارم ته دلم، این واقعا باور منه که یه سیستمی هست که به همه ما کمک میکنه که از اون اول برسیم به جایی که هستیم، و اون سیستم جزوش تمام این آدم هایی که فکر میکنن ما فکر میکنیم به اون بیعدالتی کردن، ولی تمام این آدم ها به ما کمک هم کردن.